أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي برنده های نایت عزیز و ارجمند تلویزیون اسلامی نگین مشتاقان محبان و دلباختگان برنامه گلستان معرفات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله متعال را نهایت سپاس گذاریم او تعالی را سپاس میگیم حمد و شکر او تعالی را به جای می آوریم. تا ما را توفیق داد تا از برنامه گلستان معرفت سلسله برنامه گلستان معرفت در خدمت شما دوستا و عزیزای بیننده قرار داشته باشیم در این هفته و در این جلسه می خواهیم مبعث دیگری از مباعث نهایت بزرگ عرفان اسلامی و طریقت صوفیه و بس بگیریم که انواره رویش تاکید شده و در نزد مشایخین عرفا و رفای الوجود رفای ودت الشهود مشایخین متقدمین مشایخ متأخرین علمای ناید معذد عرفا و همچنین فقهای بزرگوار در نزدشان بسیار این مبحث مهم و این مبحث ناید عظیم و بزرگ که در عرفان اسلامی به طریقت صوفیه جای داده شده و عرفان اسلامی به طریقت صوفیه این موضوع را به بحث گرفته لازم و ضروریه که در این برنامه دیدگاه طریقت صوفیه و عرفان اسلامی را در مورد این برنامه بگم این برنامه تحت نام محبت با رسول اکرم صلی الله علیه و سلمه. دیدگاه عرفان اسلامی و طریقت صوفیه در مورد محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم این موضوع را مطرح میکنه پرکشیشترین پرکشیشترین ذوق و شوق باطنی و ایجاد کسب فیض از نبی کریم صلی الله علیه و یقینا محبت با نبی کریم صلی الله علیه و می باشد. یقینا محبت و دوست داشتن با رسول اکرم صلی الله علیه و باعث با رفع درجات یک انسان مسلمان یک انسان سالک طریقت شده و این انسان مسلمان را به نهایت و قایت خوشبختی می رسانه. و انسان مسلمان در محبت با نبی کریم صلی الله علیه و به دوست داشتن پیامبر بزرگ اسلام به درجات علا و بزرگ به درجات و بزرگ کامیابی در دنیا و آخرت میرسه دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه و محبت با جناب ایشان از جمله مقامات است که در عرفان اسلامی و طریقت صوفیه ذکر شده و طریقت صوفیه و عرفان اسلامی راهی رسیدن با خود رضای الله متعال راه رسیدن به جلال جلال جمال بلا کیف اقدس الهی همین تین نمودن مسیر با محبت نبی کریم صلی الله علیه و سلم مطرح شده در عرفان اسلامی و طریقت صوفیه و بر اساس عقیده عرفان اسلامی و طریقت صوفی و پیروانش خود نبی کریم صلی الله علیه و سلام منبع و چشمه فیض خوانده شده سرچشمه فیض و منبع فیض جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد ایشانند که منبع فیضند و منبع برکاتند و خود پیروان اهل دل سالکین طریقت دل باختگان عاشقان مجذوبان کسانی که در مسیر عرفان اسلامی و طریقت صوفیه گام برداشتند کسانی که دل به دلدار دادند و جان و جانان تقدیم کردند کسانی که در مسیر حق و عقانیت گام برداشتند و در مسیر توحید و یکتاپرستی و در مسیر پیروی از شریعت گام برداشتند یقینا راه پرفیض و پربرکت انتخاب کردن و چون محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم از جمله اصیل ترین و کامل ترین راه در مسیر عرفان اسلامی و طریقت صوفیه می باشه محبت نهایت و قایت جذبات و پرکششترین مسیره که در عرفان اسلامی مطرح شده و هر آن کس که عاشق باشه و دلباخته باشه این موضوع رو بیتر میتونه درک کنه چون در همین عالم کشبه جذبه و در همین عالم پرکشش وجود داره و میتونه این عالم و مسیری که امکنون وجود داره و تا قیام قیامت جاوید و ماندگاره برایش امکنون سالک دست داده میتونه موضوع بیتر و بفهمه و درک کنه محبت نهایت دوست داشتن و عشق ورزیدن و جان باختن برای رضاه کسب دوست خوانده شده و همچنین در عرفان اسلامی و طریقت صوفیه تعریف دیگری هم نیز داره میگه شوریدگی و دلباختر باطگی و یک دلباختگان باطنی و یک و حالات منقلبی و تعول شدن و متعول شدن یک انسان سالک طریقت که او را از عالم مادیات بیرون کنه غرق در معنویات کنه غرق در عشق و جذبه کنه در پرتو عشق وصل و سال به نبی کریم صلی الله علیه و سلام برای رضای دوست چون الله متعال این تعریف هم نیست در باب عرفان اسلامی و طریقت صوفیه در مورد محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم است محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم تعاریف متعددی دارد تعاریف نهایت بزرگ دارد تعاریف زیادی شده در همین مورد اصل محبت و اصل محبت برمیگردد به خود آیات متبرک قرآن عظیم و شن و احادیث گوهربار پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم که در این زمینه به کرات و مرات وجود دارد آیت های متبرک قرآن عظیم و شن احادیث های بزرگ پیانبر بزرگ, پیانبر بزرگ اسلام گوا و شاهد محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم دوستاشتن جناب مقدس پیانبر بزرگ اسلام علیه و سلام عشق ورزیدن با نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیروی از سنت گوهربار پیانبر بزرگ اسلام اوج عرفان اسلامی و اوج طریقت صوفیه نمایش بده اوج عرفان اسلامی و اوج طریقت صوفیه به ارمغان میاره کسانی که از شریعت مقدس اسلام پیروی کردن در حقیقت از طریقت مقدس اسلام پیروی کردن و از جناب خود شخص نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیروی کردن چرا که در مباحث گذشته و در جلسات گذاشته هم تذکر دادم که طریقت وجود خود در آینه شریعت میبینه وجود طریقت در وجود شریعت معنا و مفهوم پیدا میکنه چون شریعت برای طریقت یک اصل است خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم سرچشمه فی سرچشمه معنویات بر باب مکتب عری... در, ب... در باب مکتب طریقت و پیروان مکتب صوفیه خوانده شده و بر اساس عقیده صوفیه خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم منبع فیض و سرچشمه فیضان و صوفیه اعتقاد دارن که ما از نبی کریم صلی الله علیه و سلام کسب فیض میکنیم و از جناب ایشان کسب فیض میکنیم تا به درجات اعلی و اعظم نائل بشیم و برسیم در مکتب طریقت محبت و دوست داشتن با نبی کریم صلی الله علیه و فرض عینی و قطعیه و همچنین در آموزه های شریعت دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه و محبت با نبی کریم صلی الله علیه و فرض عینی و قطیه. الان, الان الان میان خود دوست داشتن و محبت رابطه ای پیدا میشه که این رابطه از هم جدا نیست دوست داشتن و محبت دوست داشتن نو عشق محبت نو عشق با نو عمله یعنی یک انسان و مسلمان یک سالک طریقت و همه زمانه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم دوست دارن عشق دارن بعد از اون محبت دارن محبت زمان ثابت بشه که ایشان عمل کردن با سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم با پیروی از های با پیروی از قول و فعل و تقریر صحابه ایشان در زندگی خود پیاده کردن پس عشق و محبت و دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه و سلم از جمله فرایض عینی و قطعی است که در طریقت و شریعت آماده و طریقت و شریعت بس فرض بودن محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلام مرتحد میگذارد لازم به ذکر که محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلام در دو زمینه مورد بحث قرار می گرد. در زمینه اول محبت است که ایمان نصیب می شود زمینه ای دوم ایمان هست که محبت نصیب می شود بین ایمان و بین محبت یا محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک رابطه ناگزیرنی وجود دارد یک رابطه تنگا و تنگ و محکم وجود دارد که محبت و ایمان را به هم پیوند داده و هیچ ای وقت اینا از هم جدا نیستند و جدا نمیتونن باشن چون محبت با ایمان پیوند خورده گیره خورده و اساس یکدیگر را به نمایش میگذارند اگر در وجود محبت ببینیم ایمان را مشاهده میکنیم اگر در وجود ایمان ببینیم محبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنیم پس این دو خیلی مهمند و این دو اساس مکتب عشق را گذاشتن گرچه مکتب عشق مکتب جدایی از مکتب طریقت است کسی که میخواهی به مکتب عشق وصل بشه باید در مسیر طریقت و او طریقتی که در مسیر شریعت پیروی میکنه باید پیروی کنه مکتب عشق مکتب دلباختگان مکتب مجذوبان مکتب اوتادان و عبدالان مکتبیه که او وجود ظاهری نداره که انشاءالله در مکاتب صوفیه در جلسات آینده روی مثلا مکاتب صوفیه بست میکنه مکتب صحب و مکتب سکر چندین مکتب میشه باز هر مکتب به چندین بخش تقسیم میشه و هر بخش دو زیر مجموعه دارد به زیر مجموعه دارد طریقتای باز هر طریقه شاخه داره مثل طریقه قادری که دوازده شاخه شده طریقه مثلا نقشبندی 21 شاخه شده و هر طریقه با شاخه شاخه متعدد داره اینا ان در جلسات بعدی انشالله از طریق برنامه گلستان و معرفت که یک برنامه صوفیانه هست و در و در مورد حقانیت و عقایق عرفان اسلامی و تصوف صوفیه کار میکنه ان شاء بس میگیرم الان میخوام ایر بگم که رابطه ناگزیستنی میان محبت و میان ایمان وجود داره و هیچ وقت از اینا هیچ وقت این دو جدا شدنی نیستند و ما هرگاه به وجود ایمان بنگریم محبت رو میبینیم به وجود محبت بنگریم ایمان رو میبینیم این هر دو اصل یک دیگر هست و در واقع این یک دو اصل مکتب عشق بنا ها مکتب دلباختگان و محبان و مجذبان را بنانه ها کسانه که در راه الله جان میدن کسانه که در راه مسیر شریعت و پیروی از طریقت و در مسیر طریقت که بخوان به درجات علا برسن با نبی کریم صلی الله علیه و سلم وصل بشن به الله تبارک و تعالی از طریق من وصل بشن فلاذا اینا سعی بر آن دارن و کوشیش بر آن دارن و از هان جمله کسانی که محبت و افراد و اشخاصی که محبت بیشتری با نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارن آنها ایمان قوی تر دارن سبحان الله افراد و اشخاصی که ایمان قوی تر دارن محبت بیشتری دارن عکس محبت در روی مقام دیده میشه و عکس مقام در روی محبت دیده میشه افرادی که محبت بیشتری دارند مقام بیشتری دارند و آنها فعل مشروعی بیشتری دارن افعال مشروعی بیشتری انجام میدن مطابق به شریعت آنها دوستان خداوند و دوستان نبی کریم صلی الله علیه و سلم و فلاحازا و بالعکس کسانی که و افرادی که محبتشان نسبت به نبی کریم صلی الله علیه و سلم کمتر و ضعیفتر ایمانشان ضعیفتره به تعبیر و به مستاق عدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم ایمان خود تجدید کنیم به لا اله الا الله ذکر کنیم لا اله الا الله بعد از نمازها ذکر کنیم هر وقت تنها میشیم یک مرتبه چندین دفعه هر قدر شما داریم ما نفس ما تحت فشار نیست به اندازه توان خوب، و بحث توان خوب ما ذکر کنیم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه توحید لا اله الا الله باعث دی میشه که ایمان ما تجدید ببخشه زمانی که ایمان ما تجدید شد ایمان ما قوی میشه قلب ما سیغل میشه نفس ما به اکمال میرسه پس چه کار میشه محبت نصیب میشه هر قدر شما ایمان خود تجدید ببخشیم ایمان خود قوی کنیم به همان قدر محبت به شما پیدا میشه و محبت که پیدا شد مقام پیدا میشه و مقام که پیدا شد میکنیم به عالم اولیاء برسیم در سلسله و در زمره مردان الهی قرار میگیریم فلهذا دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه فرضه و سلام فرض و هر کس پیامبر بزرگ اسلام علیه الصلاه و السلام رو از جان خود و از جان خود و از دستی خود, خود بیشتر دوست داره به همان قدر و به همان قدر به محبت داره به نبی کریم صلی الله علیه و سلام احادیث در این مورد زیاده که در حدیثی از رسول خدا علیه الصلاه و فرماند او مسلمان نیست یا ایمان کامل ندارد کسی که مرا از فرزند و مال و دارایی خوب بیشتر دوست نداشته باشه دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه و در نقطه عطف حقیقی در باب عرفان اسلامی مطرح میشه ما دو محبت داریم که ان توضیح میدم و نقطه عطف حقیقی بالاتر اساسی بالاتر از جهانه چون بزرگترین پیوند در جهان پیوند حقیقی از پیوند حقیقی دیگه ما پیوندی بالاتر نداریم حتی پیوند نسب نسبت به پیوند حقیقی ضعیفتره پیوند بالاتر از پیوند نسبه فلهذا دوست داشتن نبی کریم صلی الله علیه و سلم از جمله مقامات یک انسان و مسلمان و یک سالک طریقت می باشد. مقام محبت مقام صاحب فیضی است که تمام پیروان اهل دل تمام پیروان مکتب طریقت و عرفان اسلامی به این مقام رسیدن و این مقام درک کردن و حاصل کردن به همین خاطر از جمله جان باختگان و دلباختگان و محبان و عاشقان جناب نبی کریم صلی الله علیه و است و از آن جمله تمامی فرقه های اسلامی فرایق های اسلامی تمام فرقه های عرفا عرفای وحدت الوجود عرفای وحدت الشود و غیره در مورد محبت با نبی کریم صلی الله علیه وسلم یک دیدگاه اتفاقی دارند کوچکترین تبعیض در این مورد وجود ندارد پس محبت با نبی کریم صلی الله علیه و دوست داشتن ایشان فرضه یک انسان مسلمان باید چکار کنه محبت نبی کریم صلی الله علیه در دل داشته باشه و او را دوست بداره از قلب ایشان را از قلب دوست بداره محبت با نبی کریم صلی الله علیه به طور عینی و قطبی اثبات شده به دو ون. یا به عد اعظمی محبت یا به عد اکثریه محبت از دوی دو خیلی به نبی کریم صلی الله علیه سلم این محبت ها چون ما در باب مکتب طریقت و عرفان اسلامی داریم صحبت میکنیم و دیدگاه و از پنجره شریعت از دیدگاه و پنجره طریقت با حفظ و ملاحظه شریعت داریم ما صحبت میکنیم ما دیدگاه عرفان و طریقت